ببینید همچین مطلبی که ما یه نصفمون گم شده باشه ما تا حالا دریافتی روی این قضیه نداشتیم، نداریم و عرض کنم خدمتتون که چون همچین مسئله تحقق پیدا نمی‌کنه، چون نیمه گم شده کجا افت، کجا این دنیا، کجا این 7 میلیارد نفر اگر در این مقطع باشه، یعنی فرض رو بگیریم در این مقطع باید تعریفش کنیم. ببینید اول باید تعریفش کنیم، منظور مثلا الان ایشون ممکنه هر نیمه گم شده، یعنی مثلا فرض کنیم که ما بیم بگیم که یک مذکر یک مؤنث اینا میشن مکمل هم، حالا به قولی یا اینکه یا ببینید نه استاد الزاما مذکر یا مؤنث بودن ببینید نیست. یا الزاما دو نفر یا سه نفر بودن نیست، ممکنه 10 نفر مکمل همدیگه باشن، منظورم اینه استاد. ببینید پس باید تعریف بکنید. یک موقع ممکنه بحث شمس من و خدای منه، خب یک موقع اگه بحث شمس من و خدای من موضوع اینه، این موضوع فرق میکنه. خب اینو که گفتیم منظور من اینطوری بود، من بد بیان کردم. خب آها، خب این موضوع فرق میکنه. آخه به اصطلاح یک تفکری وجود داره که در مقابل هر مردی زنی هست نیمه گم شده شه، باید در مقابل یا بالعکسش اون همچون چیزی یا لااقل ما نمیدونیم یا در همچین مطلبی در واقع نیست، چون در این صورت پیدا نمیشه، چون هرچی هم بری جلوتر افزایش جمعیت این پیدا شدن خیلی مشکل تر میشه، هرچی برگردی عقب آسون تر میشه، جمعیت کمتر بوده راحت تر پیدا میشه. صورت من باید یه مقداری باز بشه که اصلا فلسفه وجودش نه، چون اگر که قابلیت عملی نداشته باشه نقض عدالت میشه. خب یعنی یه طوریست که یک موقع ما باید بدونیم پیدا بکنیم، باید قابلیت پیدا کردن داشته باشه. مثلا شما فرض کنید امروز سوار هواپیما میشیم میتونیم بریم آمریکا، ولی شما وقتی برگردی قبل میبینید که از اینجا تا مثلا کرج یه روز تو را بودن، خب اگه صبح را میافتاد شب میرسید کرج، خب چجوری میبایستی نیمه گم شدنش رو پیدا بکنه؟ اون وقت یک مسائلی پیش میومده که من تو ذهنم هست اگه بخوام مطرح بکنیم، چون موضوعات عدالت وقتی به عدالت میرسه باید یک مطلب قابلیت عملی داشته باشه برای همه. توجه میکنید باید قابلیت عملی داشته باشه برای همه، نه مثلا غیر عملی.